در این جنگل که دنیا هست، نامش به جای نان شب خون است، شامش عدالت سر بریده سرنگون است، زمین از خون آدم بهر خون است، چنان در بند جهل اسیر است، صدای ساز آهنگ و تیر است، بسی فتنه بسی آشوب کردند، بسی کشتن بسی مصلوب کردند، سر مظلوم خدا بردار گردید، جهالت بر ری پروار گردید، خدایا مسلمین در خواب هستند، ز حوض جهل خود سیراب هستند، کنون ما را به یک منجی نیاز است، درفش عدل تو در اهتزاز است. شهبد امیری هستم از تلویزیون مهر ایران در خدمت شما عزیزان، هموطنان عزیزم، همزبانان گرامی که در هر کجای این گیتی هستید، امروز یک شنبه در خدمت شما عزیزان از سلسله برنامه‌های اندیشکده ایران زمین هستم، در خدمت دو فرد فرهیخته، فرزانه، دو انسان ایران یار، ایران دوست، فردی که خب مدت‌ها به خاطر گرفتاری‌های مبارزاتی خودشون، کاری خودشون گرفتار بودن، ولی قبول زحمت کردم و از این بابت ازشون سپاسگزارم. جناب آقای دکتر بهمن جلدی که میدونیم بسیار بسیار کوشا در راه فعالیت‌های خودشون برای آزادی، برای دموکراسی، برای حق، برای عدالت و برای ایران مبارزه میکنن، و از اون طرف در قاره دیگر، در اون سر دنیا، در استرالیا، در خدمت دوست و یار گرامی تلویزیون مهر ایران، دوستی که در این 10 سال گذشته که در خدمت شما بودم آموختم و خواهم آموخت، و اون چیز ایران دوستی. جناب خدمت هر دو عزیز عرض ادب و احترام دارم. بنده درودهای ایران دوستانم و خدمت شما تقدیم میکنم جناب امیری، همینطور خدمت دوست گرامی جناب آقای دکتر حاصلی. خوشحال هستم که ایشون رو امروز میبینمشون از نزدیک و این فرصت رو شما فراهم کردید جناب امیری بتونم در کنار آقای دکتر حاصلی در مورد مسائلی که نگران کننده است برای ایران و واقعا هر جوانی، سیاوشان ایران زمین که عشق و مهر ایران در قلبشون آغشته است، از این علاقه که به نگهداری از کشور ایران در خودشون احساس میکنن، بتونیم در مورد این نگرانی ها صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما. عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر رضا آذری در استرالیا. البته صدای آقای دکتر جلدی مقدار نویز داره، امیدوارم توی این فاصله که شما صحبت میکنید ایشون صداشون بهتره. جناب دکتر جدی، جناب آقای دکتر عزیز، درود بر شما جناب امیری عزیز و بر دوست عزیز و ایران دوست ما جناب دکتر جلدی گرامی، که خیلی خوشحالم که در این برنامه که برنامه خودشون هست، برنامه اندیشکده ایران زمین، حضور دارن، و همچنین درود بر آقای تجریشی گرامی که امیدوارم این مشکلات صدای ما رو هم حل بکنن، و همچنین بر عرضم به حضور شما که بینندگان و شنوندگان شما در تلویزیون مهر ایران، من در خدمت شما هستم جناب امیر. سپاسگزارم جناب دکتر، امیدوارم که هر روز از روز قبل بهتر و تندرستر ما شما رو با چهره بهتر در اینجا ببینیم، و این مشکلاتی که در این 4 ماه گذشته گریبانگیر شما شده بود بعد از اون اقدام به ترور بیولوژیکی شما، امیدوارم که هر روز از روز قبل بهتر بشید و ما بتونیم بیشتر از وجود شما عزیز بهره مند بشیم. آقای دکتر جلدی گرامی، پس از اون آخرین برنامه‌ای که ما با شما داشتیم، دوستان بسیار بسیار گله داشتن که چرا آقای دکتر جلدی نیستن و ما ایشون رو در تلویزیون مهر ایران مجددا نمی‌بینیم، که من عرض کردم ایشون به خاطر گرفتاری‌های خب حزبی، سازمانی و کارهایی که انجام میدن گرفتار هستن، ولی به هر حال خیلی سپاسگزارم که مجددا ما شما رو جلوی دوربین تلویزیون مهر ایران داریم، و از این بابت من خودم به شخصه از شما سپاسگزاری می‌کنم. آقای دکتر جلدی عزیز، میدونیم که در این
مدت یک دو ماه گذشته اتفاقات بسیار بسیار زیادی در منطقه ما شاهدش بودیم. از یک طرف تهدیدهای طالبان، از طرف دیگر در شمال غربی ایران خب میدونیم که آذربایجان یا حمله یا اون پیامدهای اشغال قره‌باغ به دست حکومت جعلی آذربایجان به قول آقای دکتر حاضری همچی در این استوریاشون من میبینم. خب این اتفاقا از طرف دیگر الان در این هفته گذشته ما اجازه بدید اول از اینکه چه تهدیدهایی کلا ایران رو علیه ایران واقعا میشه، من اینو یه سوال کلیه فعلا، چه تهدیدهایی علیه ایران وجود داره؟ امیدوارم که صدای من مناسب و خوب باشه برای شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه. البته هنوز نویز داره ولی خب مجبوریم. بله من چون میکروفون را هم قطع کردم الان از میکروفون خود دستگاه من دارم استفاده میکنم. ببینید نگرانی هایی که در مورد حوادثی که در اطراف ایران داره میفته و در نتیجه یه تأثیر مستقیم بر روی ایران و ایرانیان خواهد داشت، بدون شک یک نگرانی های تمدنی و فرهنگی است. یعنی در ظاهر قضیه این هست که مثلا در یک نقطه در همسایگی ما درگیری یا جنگی داره رخ میده، اما در واقع اینها طبل‌های جنگی هست که داره شروع به نواختن میکنه که در نهایت به اون موزیک متن اصلی برسند که اون موزیک متن اصلی ضربه زدن به تمدن و فرهنگ ایران و ایرانی هست. در منطقه شرق شما میبینید که تهدیداتی از سوی طالبان و داعش صورت میگیره، داعشی هایی که وابسته به طالبان هستن. از کجا اینها سرمایه میگیره؟ شما میبینید در یک دستگاه اطلاعات امنیتی در داخل پاکستان اینها داره سرمایه میگیره. در منطقه شمال غربی ایران، منطقه کوهستانی مورد حمله جمهوری باکو قرار میگیره و جدای از اینکه حق با کی هست حق با کی نیست، یعنی من به هیچ عنوان نمیخوام وارد این مسئله بشم که الان صحبت بکنیم حق با کیه حق با کی نیست، من میخوام امروز تمرکز صحبت رو برای خودمون بذارم. یعنی به جای اینی که همه دارن توجهشون رو معطوف میکنن به خارج از ایران، من میخوام توجه معطوف بکنم از سیاوشان ایران زمین، مردمی که عاشق ایران هستن، خواهش بکنم که توجهشون معطوف به ایران باشه و این حرکت هایی که داره رخ میده رو ببینن بر ایران چه تأثیری میذاره. خب چون میبینید که اون حوادث ناگوار در قره‌باغ به وجود میاد، دومین مهاجرت اجباری که بر اساس قوانین بین المللی این جنایت بر علیه بشریت شناخته میشه، عملی که در قره‌باغ کوهستانی صورت گرفت و تمامی مردم ساکن یک منطقه رو از یک منطقه به زور مجبور به مهاجرت میکنه و نه تنها این یک جنایت بر علیه بشریت هست بلکه حتی یک جنایت جنگی هم محسوب میشه. اینا همه بر اساس تمام اون تعاریف حقوق بین الملل هست، من دارم عرض میکنم، نه بر اساس هیجان یا برای اینکه ویور بالا بره یا اینکه یک حرفی بدون پایه و اساس خدمت بینندگان عزیز من عرض کرده باشه. نتیجه او چه هست؟ نتیجه اون این هست که ناگهان شما این واقعا ایدئولوژی خطرناک نژاد پرستی توران بزرگ رو میبینید سایه میندازه
بر روی تمدن و فرهنگ ایرانی. یعنی آغاز این حملات به قره‌باغ کوهستانی پایان داستان میخواهد این باشد که مرزهای سرزمینی تغییر بکنه. چرا مرزهای سرزمینی تغییر بکنه؟ چه مشکل چه هست؟ این مرزها چه تأثیری برای این خارجی ها داره که میخوان این رو تغییرش بدن؟ مثلا اینها میخوان کالای تجاری، انرژی ببرن به جای دیگه دنیا، این بیاید داخل ایران بشید، از اون ور خارج بشید، درخواست بکنید ایران ازتون گمرک نگیره یا تعرفه گمرکی کمتر دریافت بکنه. به همین سادگی، نیازی به جنگ نیست. این جنگ ها دلایل دیگری داره، ولی هزار و یک بهانه براش میتراشن. و اینک حمله واقعا داعشی معاونه یک گروه اسلامگرای سنی به غیر نظامیانی که در داخل اسرائیل هستن، که واقعا قلب هر انسانی رو وقتی به این کشت و کشتار نگاه میکنه به درد میره. طرف مقابل هم همین کار رو داره میکنه. یعنی انسانهایی رو که غیر نظامی هستن، اصلا اینها مخالف خود این گروه حماس هستن، زیر بمباران هواپیماهای خودش و یا توپخانه خودش قرار میده. اما تاثیر اون چه هست؟ باز یک ایدئولوژی ضد انسانی مذهبی اسلامگرا، و بعد یک ایدئولوژی مذهبی دیگر که بر اساس دین یهودیت این پایه و بناش گذاشته شده. و اگر هر کسی بیاد و بگه خیر همچین چیزی نیست، تنها پاسخی که یا سوالی که اصلا نیاز به پاسخ نداره، تنها سوالی که شما از اون طرف باید بکنید این است که پس این چند میلیون نفر اسرائیلی که یک سال تو خیابون دارن تظاهرات میکنن برای چی؟ اگر غیر از اینه که میگن ما میخوایم سکولار باقی بمونیم، چرا شما میخواید به زور این مملکت رو مذهبیش بکنید؟ ما نمیخوایم یه حکومت مذهبی داشته باشیم. یعنی که کاملا واضح و روشن هست یک ایدئولوژی ابراهیمی رو بخوان در اونجا از نوع کلیمیش برقرار بکنه، یک ایدئولوژی ابراهیمی اسلامگرا از نوع سنیش در غزه هست، یک ایدئولوژی اسلامگرای داعشی در افغانستان هست، یک ایدئولوژی بسیار خطرناک و سمی ابراهیمی اسلامگرای همراه و با در اینجا بهش میگن بوستر شات، یعنی با یه آمپول تقویتی نژاد پرستی که بعد شما ببینید در شمال غربی ایران است. یعنی تمام این ایدئولوژی هایی که بر اساس اعتقادات مذاهب ابراهیمی هست، با کمال احترام به مذاهب هر دین و مذهبی که هست، اما وقتی شما این رو آغشته به سیاست میکنید، این دیگه اون مسئله ایمان و اعتقاد بین یک انسان با هر چیزی که بهش اعتقاد داره دیگه نیست. شما دارید مسئله رو در جمع و بر سر یک مملکت و کشورهای اطراف این رو سرایت میدید. دیگه رابطه بین یک انسان با هر چیزی که بهش اعتقاد داره، هر اسمی بخواد اون رو بذاره روش، این دیگه تفاوت میکنه. و همه اینها طرف نیزشون به کدوم سمت؟ تمدن و فرهنگ ایران زمین. بلافاصله بعد از حمله به اسرائیل، اولین حرفی که شما از دهن مثلا یک فرد فوق‌العاده دانش سیاسی پایین، دانش روابط بین الملل بسیار فقیر، خانم نیکی هیلی هست، میشنوید که برای اینکه 4 تا مثلا رأی محلی جمع بکنه، میگه Iranian people and Iranian government are responsible for this. یعنی مردم ایران، ملت ایران و بعد این رژیم ایران، نمیگه باز رژیم، میگه دولت ایران، Iranian government، اینا مسئول این اتفاقی هستن که تو اسرائیل افتاده. یعنی تمام ملت ایران رو میکنه تروریست. چرا؟ شما اصلا
با مرز زمینی با نه حماس داریم نه با اسرائیل داریم، پس معلومه که اصلا دعوا سر چیز دیگری است، مسئله دیگری است و ما واقعا باید نگران بیشتر خودمون باشیم تا اینی که الان در افغانستان چه اتفاقی داره میفته یا در فرض بفرمایید ارمنستان چه اتفاقی میفته یا در اسرائیل. همه این اتفاقاتی که داره میفته، همه اینها نوک نیزه به سمت مارس، به سمت تمدن فرهنگ ایران زن. دیگه گرامی، همین سوال بنده هم از خدمت آقای دکتر رضا حاضری عزیز دارم که چه تهدیدهای علیه ایران به وجود دارد؟ در خدمتتون هستم آقای دکتر. بله، سپاس از شما جناب امیری گرامی و همچنین از دکتر جلی عزیز به خاطر توضیحات بسیار خوبی که دادند و به نکات بسیار حساسی اشاره کردند. فقط قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم یه خواهشی دوباره از آقای تجریشی دارم، چون واقعا حرفای و صحبتهای بسیار خوبی که دکتر جلدی میزدن حیف است که نویز داشته باشه. احتمالا اگر که تنظیمات رو تغییر بدن شاید بتونن که این نویز رو کم بکنن. اما درباره مطلبی که شما فرمودید و درباره عرضم به حضور شما که درباره تهدیدهایی که ایران رو در برای ایران علیه ایران وجود داره، ببینید من این تهدیدها رو در سال 2015 میلادی در نسخه اولیه کتاب مانیفست اندیشکده ایران زمین در اونجا بهش اشاره کردم و خیلی آشکار گفتم که ما در جنگ تمدنی هستیم و تمدن ایرانی در جنگ است با اون چیزی که من شبه تمدن ابراهیمی نامیدم و جنگ تمدنی ابعاد مختلفی داره، میتواند فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، ژئوپلیتیک باشه، مخصوصا در واقع مطالبی که و حوادثی که اتفاق افتاده در این چند ماه اخیر در باکو، در افغانستان و جنگ میان اسرائیل و حماس، اینها همه مسائل ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در راستای جنگ تمدنی هست. بنابراین ما باید بدونیم که خب نخستین گام در این جنگ تمدنی این است که کانونهای قدرت و کسانی که نظم نوین جهانی رو تنظیم میکنند پس از شورای دوم واتیکان در دهه 60 میلادی و پدید آمدن نظم نوین جهانی با نام کمربند سبز تا کنون در واقع حجمه و حمله عظیمی علیه تمدن ایرانی وجود داره. این تمدن اول از این حمله اول شامل خلع سلاح کردن تمدن ایرانی از درون با اجبار و اجحاف و در واقع به زور قبولاندن حکومت‌های مذهبی به مردمان تمدن ایرانی است، از جمله جمهوری اسلامی در ایران که خب ما میدونیم که غرب نقش برجسته‌ای در بی‌طرف اعلام کردن ارتش نقش برجسته‌ای در روی کار اومدن اون داشت، همچنین سناریوی مشابهی رو به افغانستان تحمیل کردن که اونجا هم یک مهره مزدور غربی مثل اشرف غنی همین در واقع نقش رو اجرا کرد و در مناطق دیگر. پس اول از همه اون تهدیدی که وجود دارد استمرار حکومت‌های
اسلامی ابراهیمی و ایران ستیز در ایران و افغانستان و دیگر مناطق حوزه تمدن ایرانی از جمله قفقاز جنوبی و همچنین مناطق اشغالی کردنشین در ترکیه، عراق و سوریه است. بنابراین نخستین اونها چون این چیزی هست، این تصادفی نیست که ما میبینیم که جمهوری اسلامی به محض سر کار اومدن یک دفعه میخواد تخت جمشید رو خراب کنه و آسیب‌های بسیار زیادی رو، هرچند این آخوندها خیلی مکارانه عمل کردن، نه به صورت در واقع آشکار مثل طالبان، اما در این 45 سال با بیمهری به فرهنگ و تمدن ایرانی آثار بسیار زیادی رو از بین بردن. همین کار رو طالبان در افغانستان کرد و تا کنون داره انجام میده و از کارهای طالبان اون بار اولی که به قدرت رسیدن نابود کردن تندیس بودای آریایی بود و بعد میراث تمدن آریانا بود. بنابراین طالبان ابراهیمی هم به خوبی کارش رو انجام میده، تا اینکه برای همین هم هست که دوباره با پاس گل آقای بایدن، یعنی بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی، دوباره اون رو سر کار آوردن. بنابراین نخستین تهدید، تهدید وجود حکومت‌های و استمرار حکومت‌های قاصب ایران ستیز، حکومت‌های اسلامی ابراهیمی بر حوزه تمدن ایرانی است. اما اخبار دیگری که ما می‌شنویم و تحولات دیگری که انجام میشه در همان راستای جنگ تمدنی است که من هم در کتاب مانیفست اندیشکده ایران زمین و هم در کتاب حتی قانون اساسی پیشنهادی شاهنشاهی گزینشی ایران به اون اشاره کردم، مسائل ژئوپلیتیک است. در وقتی که نظم نوین جهانی ایران ستیز باشه، حوزه این تمدن باید کوتاه، کوچکتر، کوچکتر و کوچکتر بشه و وقتی جنگ تمدنی هست، تریتوری این تمدن باید کوچکتر کوچکتر بشه تا به یک تمدن، حتی اگر هم که نابود نشه، به یک تمدن بی‌ارزش در جامعه جهانی تبدیل بشه. این هدف نظم نوین جهانی هست که نابودی حوزه تمدن ایران با اجحاف و اجبار و قاصبانه شبه تمدن ابراهیمی هم از درون و هم از بیرون است. درون رو که در واقع یعنی عرض کردم حکومت‌های اسلامی هستند، یعنی وضعیت تمدن ایرانی امروز به گونه است که انگار شما یک نفر رو دستش رو از پشت بستن با اجبار حکومت‌های اسلامی به اون حوزه و بعد اون رو دارن کتکش میزنن، یعنی نه اجازه دفاع میدن، نه اجازه میدن که حکومت ایرانی در این کشورها و این حوزه تمدن به وجود بیاد و روی کار بیاد، و در این حال که اجازه نمیدن همزمان کتکش هم دارن میزنن. یعنی بزرگترین ظلم و نامردی و ناجوانمردی و شقاوتی که شما میتونید علیه مردمی تصور بکنید اون چیزیست که الان داره به سر ایرانیان در ایران و ایرانی تباران در خاورمیانه میاد. بنابراین این نخستین تهدید، بستن دست‌های تمدن ایرانی برای دفاع از خودش هست که اون با اجبار حکومت‌های قاصب اسلامی و ابراهیمی هست. مسئله دوم تهدیدهایی است که در حوزه ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی در حال حاضر در حال وقوع هست. مسئله طالبان، مسئله روی کار آوردن طالبان در افغانستان تصادفی نیست. کشیدن در واقع بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی در افغانستان و اجحاف طالبان به مردم آریانا اهداف بزرگتری داره و از جمله ایجاد جنگ
و باز کردن جبهه شرقی در جنگ احتمالی بین ایران و افغانستان هست و بین ایران و حوزه تمدن ابراهیمی هست. ببینید مسئله اینجا هست که ما باید تحولات ژئوپلیتیکی رو که در خاورمیانه در حال وقوع هست رو در یک کانتکست دیگر و در یک زمینه دیگری هم ببینیم و اون جنگ جهانی سوم هست که از چندی پیش آغاز شده. جنگ جهانی سوم که می شود گفت که با درگیری های سوریه آغاز شد و در جنگ روسیه و اوکراین به اوج خودش رسید، همچنان با جنگ در واقع با غصب ابراهیمی قره‌باغ به دست حکومت مزدور و جعلی باکو ادامه پیدا کرد و در واقع مسئله به این گونه هستش که امروزه هم این درگیری میان حماس و اسرائیل در اون راستا و در راستای بزرگتر شدن جنگ جهانی سوم شما باید ببینید. برای همین هستش که بلافاصله همونطور که دکتر جلدی به درستی اشاره کردن، بلافاصله پس از روی کار اومدن عرضم به حضور شما که پس از درگیری بین حماس و اسرائیل، سیاستمداران مزدور نظم نوین جهانی مثل افرادی که آقای دکتر جلدی اشاره کردند و همچنین آقای پومپئو رئیس سابق CIA و غیره شروع کردند با جعلیات و دروغ پردازی های ایران رو و مردم ایران رو، حتی نه جمهوری اسلامی رو، مسئول این درگیری ها بدونن. چرا؟ چون نظم نوین جهانی ایران ستیز است و میخواهد که جنگ جهانی سوم رو به ایران نیز گسترش بدهد و از این روست که شما میبینید که با استدلال های ابلهانه و کودکانه میایند و حماسی رو که حامی اصلی مالی اون قطر هست رو نامی از قطر نمیارن، اما مثلا جمهوری اسلامی رو که حالا حمایت میکنه از حماس ولی حمایتش در درجه چندم قرار دارد رو، چون حماس سنی هست رو، یک دفعه در درجه اول قرار میدن برای متهم کردن بر زمین جور کردن برای اون جنگ بزرگی که باید برای گسترش جنگ جهانی سوم از اون استفاده کنن. و بنابراین همونطور که شما میبینید که جنگ جهانی سوم در سوریه، بعد در روسیه و اوکراین، بعد در مسئله قره‌باغ، بعد مسئله طالبان، الان مسئله حماس و اسرائیل و گام بعدی که آرزوی نظم نوین جهانی هست که از سالها پیش نظریه پردازان اسرائیلی مثل آقای لوئیس، برنارد لوئیس درباره اون نظر دادن، جنگ بزرگ، جنگ با ایران است. این جنگ انجام خواهد شد و خب افرادی هم که اون رو پنهان میکنن یا افراد سیستمی هستن که خودشون مأموران و مزدوران نظم نوین جهانی هستن و یا این که واقعا نادان و ابله هست. و ما میبینیم که در واقع این صفحه شطرنجی که چیده شده گام به گام داره به سمت این جنگ بزرگ میره. من فقط به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم به خاطر اینکه نمیخوام وقت جناب دکتر جلدی رو بگیرم و امیدوارم که صدا هم تو این مسئله تو این مدت صدایشونم مشکلش برطرف شده باشه، فقط عرض میکنم که هدف از روی کار اومدن طالبان در افغانستان باز کردن جبهه شرقی در جنگ احتمالی بزرگ در خاورمیانه هست. هدف از اشغال قره‌باغ یا آرتساخ و جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی بیش از 100 هزار ارمنی از اون منطقه، چسباندن باکو به تبریز برای باز کردن جبهه شمالی در جنگ علیه ایران و اشغال
تبریز هست و خب که آقای خامنه ای هم کاملا با خونسا کردن ارتش ایران خیانت بزرگ خودش رو به ایران نشون داد که منطقه حائل قره‌باغ رو تقدیم کردن به باکو و اکنون دیگه هیچ مشکلی برای تشکیل آذربایجان بزرگ نیست و هر موقع که ایران مورد حمله قرار بگیره و آقای خامنه ای زمینه رو برای عموزاده های ابراهیمی خودش فراهم کنه که به ایران حمله بکنن، طبیعی هستش که در این فرصت در دوران گذار آذربایجان حقیقی که جنوب ارس است و سرزمین زرتشت و مغان است متاسفانه در اشغال حکومت مغولی باکو در خواهد آمد. بنابراین این تهدید دلیل اصلی حوادثی هستش که در قره‌باغ گذشت و اما در مسئله بین حماس و اسرائیل هم دقیقاً شما باید در همین کانتکست و در همین زمینه ببینید. میان در حماس و اسرائیل، حماس و اسرائیل در واقع مرزی وجود داره و حصاری وجود داره که این حصار از کنترل شده ترین حصارها و مرزهایی هست که در روی کره زمین وجود داره و تمام این حصار بلند در اون سنسورهای الکترونیکی قرار داره و حتی اگر یک پرنده‌ای به صورت تصادفی به این حصار بخوره این جانش رو از دست خواهد داد، برای اینکه شوکای الکتریکی وجود داره، شوکرهای الکتریکی وجود داره، سنسورهای الکتریکی وجود داره و غیره. وقتی شما می‌بینید که در یک شب همزمان در 22 نقطه، اونم نه یه نقطه دو نقطه، 22 نقطه، در ضمن به عدد 22 هم توجه بکنید، در 22 نقطه یک دفعه این مرز باز میشه و میگن حماس با بولدوزر اومد این رو باز کرد، در صورتی که بلا فاصله حتی موقعی که بولدوزر نزدیک بشه به این مرز نیروهای واکنش سریع اسرائیل اون بولدوزر رو نابود کردن. حالا ولی بگذاریم از این قضیه، ولی در اونم نه در یه نقطه و دو نقطه، در 22 نقطه این مرز باز میشه یک شبه و اون هم یک دفعه حمله به یک فستیوال موسیقی میشه که از قبل در اونجا دوربینای حرفه‌ای کارگزاری شده و شقاوت بیش از اندازه و توحش حماس با دوربین‌های هالیوودی به همه دنیا مخابره میشه و بعد بلافاصله آقای نتانیاهو ایران رو مسئول این حمله میدونه و نه جمهوری اسلامی رو و بعد بلافاصله مقام‌های سیاسی ایران ستیز مثل پومپئو، مثل دیگر افراد CIA میایند و ایران رو مسئول میدونن و آقای نتانیاهو توییت میزنه که در واقع این حمله زمینه است برای تغییر خاورمیانه بزرگ به دست اسرائیل. خب شما میفهمید که این سناریوی حمله مزخره و وحشیانه حماس و احمقانه حماس علیه اسرائیل هم یک سناریوی هالیوودی است، برای اینکه مانند 11 سپتامبر که تمام گناه‌ها متوجه ایران و مردم ایران بشه و بعد از نظر فریب افکار عمومی بتوانند که فریب افکار عمومی جهان رو فریب بدن و حمله بزرگی رو که قرار است در آینده ناتو ابراهیمی به ایران بکنه رو موجه جلوه بدن، به خاطر اینکه پشت چنین حملات وحشیانه ای ایران رو و نام ایران و نام مردم ایران رو میارن. جالب اینجاست که وقتی از حماس صحبت میکنن نام مردم فلسطین رو نمیارن، یعنی نمیگن فلسطینی ها حمله کردن، میگن حماس حمله کرد. اما وقتی که موقعی که میخواهند از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن نام ایران و مردم ایران رو میارن. خب این طبیعی هست که
ایران ستیزی در این نظم نوین ابراهیمی موج میزنه و این توحش ابراهیمی که فرزندان اسماعیل به فرزندان اسحاق حمله کردند و بعد با در واقع توحش متقابل و اسرائیل مواجه شدن، تنها یک جرقه از اون جنگ بزرگ هست که باید افکار عمومی جهان برای اون آماده بشه. و بدین گونه اون کسانی که نظم نوین جهانی رو می نویسن می بینید که دارن قدم به قدم این جنگ رو گسترده و گسترده تر می کنن تا اینکه کل در واقع شرق رو، خاورمیانه رو فرا بگیره. این من در چنین با چنین عینکی این وقایع رو میبینم. و ببخشید از اینکه زیاد صحبت کردم، امیدوارم که مشکل صدای دکتر جلدی گرامی هم حل شده باشه. در ضمن از بینندگانی که ما رو دارن دنبال میکنن سر یوتیوب خیلی خیلی سپاسگزارم. امروز یک شنبه 23 مهر 1402 برابر با 15 اکتبر 2023 هست. حالا چرا الان این تاریخ رو گفتم؟ آقای دکتر حاضری عزیز، در سال 2018 نه حمله آذربایجان جعلی به قره‌باغ اتفاق افتاده بود، نه حمله طالبان این همه سلاح در دست داشت، نه حماس حمله کرده بود، این اتفاقا نیفتاده. و شما در سال 2018، من برنامه رو میتونم در بیارم و برای عزیزان پخش کنم، در سال 2018 که من شما با هم یک برنامه مشترک داشتیم، شما دقیقا فرمودید که اینها تصمیم دارن ایران رو به جنگ بکشونن و این داره همینطور که فرمودید مو به مو داره انجام میشه. یعنی این پیش بینی شما 5 سال قبل. و حالا برمیگردیم به این سال بسیار مهم که البته می‌خواستم در آخر برنامه، ولی آقای دکتر جلدی گرامی، ما پی می‌بریم که هر روز که جمهوری اسلامی در ایران بماند، بیشتر بماند، تهدیدها بر ایران بیشتر میشه. نظر شما رو میخواستم در این مورد بدونم. مطمئنه 100% من همواره اینو عرض کردم. یعنی یکی از واقعا هنرهای جمهوری اسلامی این است که هر زمان مردم فکر کردن که دیگه از این بدتر که نمیتونه بشه، جمهوری اسلامی بهشون ثابت کرده که کاملا دارن اشتباه میکنن، صدها برابر از این بدتر هم میتونه بشه. هر زمان مردم فکر کردن که آقا بالاتر از سیاهی که دیگه رنگ نیست، جمهوری اسلامی بهشون ثابت کرده که بسیار رنگهای بیشتری بالاتر از سیاهی هم براشون جمهوری اسلامی میتونه رقم بزنه. یعنی برخلاف تبلیغاتی که میکنن با دستگاه‌های عظیم تبلیغاتی جمهوری اسلامی در طول این 14 دهه، که اگر جمهوری اسلامی بره ایران تجزیه میشه، اصلا باقی ماندن جمهوری اسلامی اسباب نابود شدن ایران هست، در این شک نداشته باشید. به همین دلیل هست من این رو با دلایل منطقی در یکی برنامه خودم توضیح دادم، نمیخوام وقت این برنامه رو معطوف بکنم به اون صحبت ها، فقط اشاره میکنم که تشبیه کردم سید علی رو به فتح علی و این رو توضیح دادم. فتح علی مال قاجار بود، سید علی مال اولی خامنه است. ببینید فتح علی صبح بلند نمیشد بگه که خب حالا صبحونمون رو خوردیم، چگونه یه بخشی از خاک ایران رو مثلا من میتونم الان تقسیم بکنم بدن. نه، این به دلیل اون دیدگاه های شریعت مداری که داشت و سیاست های شریعت محوری که در ایران اجرا میکرد، اسباب این شد که به عنوان منفورترین فرد در تاریخ سیاسی معاصر ایران شناخته بشه. یعنی هر سیاست مداری وقتی میخوان توهین فوق العاده زشتی بکنن میگه مثل فتح علی شاه میمونه. الان شده سید علی، اون فتح علی بود، این سید علیه. سید علی دقیقا همون کار داره انجام میده. یعنی بودن و باقی ماندن سید علی و جانشینان سید علی همون نتیجه رو داره. اما یکی دو تا نکته رو من در راستای صحبتایی که آقای دکتر حاضری بهش به خوبی اشاره کردن و برجسته کردن، با نمونه میخوام به
سیاوشان ایران زمین توضیح بدن که متوجه باشن. ببینید که چگونه بعد وقتی جهان وطنی ها میان و بعد میخوان که اتهام بزنن یا اصل مطلب رو اصلا بنکل منکر بشن، شما متوجه بشید که چگونه اینا فیک نیوز اخبار جعلی درست میکنه. به محض اولا اینکه این اخبار حمله حماس به اسرائیل رخ داد، خانم نیکی هیلی که خانم نیکی هیلی سفیر امریکا بود در سازمان ملل متحد، فوق العاده این خانم به لحاظ سیاست و روابط بین الملل دچار فقر دانشه و فقر آگاهیه. بله ممکنه تو سیاست های محلی امریکا بین اون مثلا ایالت خودش، شهر خودش، اینها این آدم آگاه با دانشی باشه، ولی مطمئن باشید در مورد مسائل جهانی فقط کاری که بهش میگن انجام میده. اما آقای پومپئو این گونه نیست. آقای پومپئو فوق‌العاده انسانه، هم با دانش هم با آگاهی هست. آدمی هست که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا رو مدیریت میکرده، بعد از اونجا اومده رفته شده وزیر امور خارجه امریکا، بعد از اونجا اومده و داره حالا صحبت میکنه با یه پشتوانه سیاسی که برای خودش داره و بلا فاصله اصلا میگه که این مسئله فقط زمانی حل میشه که ما بریم به ایران حمله بکنیم. اصلا هنوز هیچ کس اسمی از ایران نیاورده، این آدم شروع میکنه طبل جنگ زدن، طبل جنگ حمله و زدن ایران رو میکنه. و در کنار اینها که از عوامل امریکایی هستن، بعد شما مثلا یک عضو کنگره امریکا رو میبینی که این فرد کانگرسمنی هست مال تگزاس و عضو حزب ریپابلیکن هم هست. یعنی به هیچ عنوان این آدم رو شما نمیتونی به فلسطینی ها بچسبونی، بگی این مثلا طرفدار فلسطینی هاست، این طرفدار مسلمان هست. به هیچ عنوان. اولا بچه تگزاس، دوما عضو حزب جمهوری خواهد، و از اون مهمتر عضو اصلی کمیته روابط خارجی کنگره امریکاست که در اونجا برای اعضای این کمیته اطلاعات طبقی بنده شده محرمانه رو میارن و اینا رو به صورت هفتگی بهشون اطلاعات رو ارائه میکنن و اگر اتفاق خاصی هم بیفته بلا فاصله یه بولتن مخصوص اطلاعاتی براش میفرستن. آقای مک کال، کانگرسمن مک کال که کانگرسمن تگزاس هست، ایشون میاد و عملا میگوید که اصلا این مسئله حمله حماس به اسرائیل یه امر اتفاقی نبوده. یعنی داستان این اخبار فیک نیوزی که درست میکنن مثل بمب دارن تو همه جا رو سر مردم واقعا بی‌نوا میکوبن که اینها اصلا نفهمن خبر اصلی چیه و ندونن اصلا چه اتفاقی داره میفته. آقای مکال میگه که فرماندهان سازمان امنیت مصر 3 روز، دفعه نخست 10 روز قبل از حمله حماس به اسرائیل به اسرائیلیا خبر داده شده. و همیشه وقتی مصری ها به اسرائیل خبر میدن یه پیوست هم به امریکایی ها میزنه که فردا اسرائیلیا دروغ نگن، بگن که اینا خبر ندادن، دروغ میگه، کسی به ما چیزی نگفت. و بعد مصر که مثلا یک کشور بیدر و پیکری فرض بفرمایید مثلا دانمارک نیست که اموشه هر کس بخواد هر حرفی میزنه برای خودش بره بزنه. یعنی هیچ مقام امنیتی در مصر جرأت نمیکنه بیاد اصلا حرفی بزنه، مگر اینکه رئیس جمهور مصر بهش بگه برو تو این حرفو بزن.
به جای که خودش به حرف بزنه نفر میگه تو برو این حرف رو بزن، و اون نفری که اومده حرف داره میزنه از سازمان امنیت مصر میگه 10 روز قبل از حمله با من اسرائیلی اطلاع داده، یه هفته صبر کردیم دیدیم هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، دوباره 3 روز قبل از حمله باز اخطار مجدد دادیم و گفتیم این اتفاق بسیار بزرگ خواهد بود و همین زودی رخ میده. یعنی اینی که ما داریم میگیم نیست که سال دیگه رخ میده، یعنی به همین زودی این اتفاق رخ میده. باز اسرائیل هیچ عکس العملی نشون نمیده. اینو کی داره میگه؟ کنگرسمن امریکا. چند بار شما اینو تو اخبار میشنوید که تکرار بکنه؟ ابدا، مگر اینکه شما آدم محققی باشید، خودتون برید دنبالش بگردید و اینها رو پیدا بکنید. پس خبر اصلی اینه که اسرائیلی‌ها میدونستن می‌خواست حمله بشه. مصری‌ها بهشون خبر دادن. هیچ چیزی هم اتفاقی نبوده. اینتلیجنسشون هم فیل نکرده. ارتششون هم 6 ساعت صبر نکرده تا اتفاق بیفته. بعد وقت بیان سر کار. یعنی گزارشات خود روزنامه جروسالم پست و یا هارتس اسرائیل شما مطالعه بکنید که هر دو به زبان انگلیسیه. می‌بینید در اونجا من یه گزارش ویدیویی رو دیدم که با یه جنرال بازنشسته اسرائیلی داشت صحبت میکرد که این آدم به دلیلی که نظامی بازنشسته است عادت داشت که اصلا صبح بره بدوه. حالا میگه من صبح ساعت 6 صبح بلند میشم و خودم تنهایی میدوام دیگه بازنشسته شده. میگه 6 صبح بلند شدم دیدم که یهو این صدای انفجار و این راکت و اینها میاد. من بلا فاصله برگشتم داخل و لباس نظامی خودم رو که توی کمد داشتم دوباره تنم کردم. یه اسلحه کمری هم داشتم و سوار ماشینم شدم رفتم به سمت اونجایی که صدای انفجارات میاد. و اون میگوید، میگه من نمیدونم چگونه ممکنه در ارتش اسرائیل 6 ساعت طول بکشه تا عملیات بخواد شروع بشه. یعنی اصلا بله، فرض محال که شما میتونید به صورت فلسفی بگی محال نیست، اینا مثلا سیستم اطلاعاتیشون فیل کرده و نفهمیدن داره حمله میشه. ایشون میگه این خط دفاعی که ما داشتیم، این خط دفاعی که یه مرحله ای نیست، که این خط دفاعی ما 5 مرحله ایه. چگونه همه 5 مرحله فیل کرده؟ باز شما بگید بر فرض محال اونم فیل کرده. بعد این جنرال بازنشسته اسرائیلی برم این ویدیوش هست در یوتیوب شما برید پیدا بکنید. مصاحبهش جروسان پست باش انجام داده. یعنی واسه یه مرکز خبری اسرائیل باش انجام داده این مصاحبه. میگه بعد من دیدم از 6 صبح که حمله شده تا 12 ظهر هیچ گونه اپریشن نظامی، یعنی ملیتری اپریشن به معنی واکنش نظامی که در مقابل این حمله ای که انجام شده از سوی وزارت دفاع اسرائیل صورت نگرفته. مگه میشه یه همچین مسائلی؟ حالا دقیقا حمله جمهوری باکو به منطقه ارمنی نشین قره‌باغ کوهستانی چگونه صورت میگیره؟ با حمایت کامل اسرائیل. شما برید تمام روزنامه‌های ارمنی رو بخونید که قبل از این حمله حداقل برای 4 ماه گذشته خوش سیستم اطلاعاتی اینا خبر داشت که اتفاقاتی داره میفته. دائم دارن میگویند به اسرائیلی ها، به دولت اسرائیل که آقا این کمک شما چه به لحاظ مستشاری چه به لحاظ دادن تکنولوژی نظامی دقیقا برخلاف تمام فلسفه انسان دوستیه که شما دارید میگی. ما ارمنی مثل شما هستیم. شما اگه نسل کشی کردن ما رو نسل کشی کردن. شما اگه آواره شدید ما رو آواره کردن. چونه از شما میگه به یه شهردار باکو این امکانات و کمک کارو میکنی که بعد بیان به ما ضربه بزنن و در نهایت این کار انجام میشه با حمایت و ساپورت و کمک و اطلاع کامل دولت اسرائیل. در افغانستان به اوکراین میخوان اسلحه بده، تمام این کنگره باید جمع بشن با هم دیگه تصمیم بگیرن مثلا 2 میلیارد یا 5 میلیارد کمک بکنن به اوکراین یا نه. الان مثلا اسرائیل جنگ شده میگن آقا ما 2 میلیارد مهمات نظامی بهتون میدید. 2 میلیارد 85 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات نظامی در افغانستان گذاشتن رفتن.
آقای ترامپ که خودش رئیس جمهور امریکاست 11 اکتبر در فلوریدا سخنرانی داشته. باز ویدیوش هست، برید روی یوتیوب نگاه بکنید. اولا آقای ترامپ دقیقا همین نکته‌ای که آقای دکتر آزلی اشاره کردن، 7 بار 8 بار 9 بار گفت جهان وطنی ها میخوان جنگ جهانی سوم رو درست بکنن. آقای ترامپ که دیشب نرفته آقای دکتر حاضلی رو باشون ملاقات داشته باشه، بعد دکتر حاضلی به ایشون گفته باشه آقا رفتیم اونجا بگو جنگ جهانی سومه، اونم بگه به چشم. چگونه میشه یه انسانی در استرالیا این حرف رو میزنه، یه انسانی در امریکا با اون اطلاعات و همه مسائل این حرف رو میزنه، یه انسانی مثل من در کانادا این حرف رو میزنه؟ همه اینها دارن آماده میکنن دنیا رو برای یک جنگ. و این جنگی که داره تهیه و تنظیم میشه با بهانه‌های ژئوپلیتیکی و بهانه‌های تغییر مرزها و تغییر وضعیت موجود و اون استاتوسکو، همه به جهت این هست که یک جنگ تمدنی صورت بگیره. بهانه‌های اقتصادی و مذهبی و نژادی و اینها اونا بهانه است. اینا به دنبال ضربه زدن فرهنگ و تمدن ایرانی هستن. و در مورد خود حماس، من از رو اسمشون رو میخونم. من قبل از برنامه این اسامی رو یادداشت کردم که خیلی مستند من اینو خدمتتون بگم. سرلشکر اسحاق سگیف، اسرائیل ملیتری گاورنر آف غزه، یعنی فرماندار نظامی غزه تا سال 2005. سال 2005 از سال 1967 تا 2005 غزه دست اسرائیل بوده و در اونجا فرماندار نظامی داشتن. این آخرین فرماندار نظامی این آقای سرلشکر اسحاق سگیوف هست. نفر دوم سرلشکر شالوم هراری، سرلشکر شالوم هراری ملیتری اینتلیجنس این غزه، Chief of Military Intelligence in Gaza، یعنی رئیس اطلاعات نظامی در غزه. نفر سوم آفرین کوهن، اسرائیلی Religious Affairs Official in Gaza، یعنی سرپرست روابط دفتر روابط مذهبی اسرائیل در غزه. چهارم اندرو هیگنز، اسرائیلی آفیشیال، های رنکینگ اسرائیلی آفیشیال این غزه این دی 80s، اندرو هیگنز. چهار نفر رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم با سند. شما برید خودتون و روی هر موتور جستجوگری که دوست داشتید اینو سرچ بکنید، این چهار تا اسمی رو که عرض کردم خدمتتون. همه این چهار نفر بدون استثناء یه حرف زده و اونم این هست: ما بر اساس استراتژی دیواید اند کانکور، یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن، آمدیم به یه شیخی به اسم شیخ یاسین پول دادیم، کمکش کردیم که این شیخ یاسین کیه؟ مؤسس حماسه. ولی قبل از تاسیس حماس چیکاره بوده؟ عضو اخوان المسلمین مصر بوده و بعد اومده در غزه شعبه فلسطینی اخوان المسلمین رو در اونجا این اداره میکرده. میگه ما بهش پول دادیم، برو آقا مدرسه درست کن، برو مثلا نونوایی درست کن، برو بهداری درست بکن، و بعد که مردم رو نونخور خودت کردی و اینطوری جذب کردی، کاسه قیمه دادی دستشون، این اومدن صف بستن قیمه ببرن، بعد میشن نونخوره. بعد حالا اعلام بکن ما یه حزب سیاسی داریم درست میکنیم، حماس درست میکنیم. این چهار نفر در چهار کتاب مختلف در مصاحبه های مختلف اعلام کردن به صورت مشخص. هیچگاه دولت اسرائیل هم گفته های این رو رد نکرده و اینا گفتن ما حماس رو ساختیم. اسرائیل حماس رو ساخت. چرا؟ برای اینکه میخواست در برابر الفتح که دو تا مشخصه داشت که اسرائیل دوست نداشتن، اینها رو علم بکنن. اون دو تا مشخصه الفتح چی بود؟
اینها میگن، نه من، میگن الفت اولا سکولار بود، مذهبی نبود، برای ما خوب نبود که اینا سکولاره. دوم ملیگرا بودن، ناسیونالیست بودن، خیلی خیلی برای ما بد بود که اینا ناسیونالیست هم. به همین دلیل ما رفتیم یه چیزی در برابرش خودمون درست کردیم که الفت که سکولاره، ما یه چیز درست کردیم که ریلیجیس باشه، مذهبی باشه. بعد الفت که ناسیونالیسته، ما یه چیز درست کردیم که جهان وطن باشه، اسلامیست باشه. اینها میگن، جنرال فرمانده نظامی غزه داره میگه، نه من. و بنابراین ما اومدیم یک گروه مذهبی اسلامگرا که جهان وطنی درست کردیم، انداختیم به جون الفت و بعدم بهشون کمک کردیم که الفت رو از اونجا برونن بیرون، بعدم بهشون کمک کردیم اونجا دولت درست بکنن. این کاری که CIA امریکا انجام داد و آمدن اون القاعده رو درست کردن، این کاری که سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام داد و اومدن طالبان درست کردن، این کاری که اسرائیل در باکو انجام داد و اومدن چیکار کردن، اومدن این داستان شهردار باکو را انداختن. خب این همه اینها به صورت اتفاقی رخ میده؟ امکان نداره به صورت اتفاقی باشه، بر اساس یه طرح و نقشه‌ای داره انجام میشه. چرا و همه اینها همه باید هم مذهبی باشه هم جهان وطنی باشه؟ اگه سکولار ملی باشه بده. چرا تمام این ژئوپلیتیک جهانی که الان دارن تنظیم میکنن، نقشه هایی که دارن میزنن، این باید دائم یک وجهه مذهبی جهان وطنی داشته باشه؟ چرا نمیتونه ملی سکولار باشه؟ اینو سوالات مهمی هست که شما باید از خودتون بپرسید و خودتون این رو تحقیق بکنید و خودتون رو آماده بکنید. شما باید تن خودتون رو روین تن بکنید. چگونه میتوانید تن خودتون رو روین تن بکنید؟ با بالا بردن سطح دانش آگاهی خودتون، هم نسبت به این نقشه های جهان وطنی ها در دنیا که این طرحهای ضد انسانی رو دارن همه جا اجرا میکنن، و هم با بالا بردن سطح دانش آگاهی نسبت به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی، که نقاط قوت خودتون رو بشناسید و بدونید چرا اینها همه از شما میترسن. چرا در دانشگاه آرمی یونیورسیتی امریکا، در دانشگاه نظامی امریکا، برای درجات سربرد به بالا که اینا باید برن دوره مخصوص ببینن، دوره اینا خودشو میگن دافوس، دوره دافوس ببینن، برای اونایی که افسر متخصص خاورمیانه میشن، فیلمی رو که نشون میدن در مورد ایران، اون سرهنگی که میاد صحبت میکنه برمیگرده میگه که ما مهمترین خطر در خاورمیانه برای ما ایرانه، و دلیلش هم این هست که این ایرانی ها همچنان احساسات امپراتوری و تکیه بر تمدن و فرهنگ خودشون میکنن، به جای انطباق دادن خودشون با فرهنگ و تمدن ما غربی ها. یعنی که شما بیاید همه فرهنگ و تمدنتون رو ببوسید بذارید کنار، برید دنبال مدونا بیفتید، برید دنبال پینک فلوید بیفتید، اون وقت دیگه آرمی یونیورسیتی با شما مشکلی نخواهد داشت، آرمی یونیورسیتی امریکا. اگر شما دنبال فردوسی و شاهنامه باشید، اون احساس خطر میکنه. ببینید اینا توطئه نیست، اینا منظورم اون تئوری توته و اینا نیست، این هم چیزی که روی اطلاعات عمومیه. شما حتی نباید مثلا دسترسی به اطلاعات محرمانه داشته باشید، اینا اوپن اینتلیجنس، شما راحتی میتونید برید خودتون پیدا بکنید. وظیفه شماست به عنوان یه ایران دوست، عشق و مهر به ایران در وجودتون هست، ایران رو بپرستید، نه اینکه عبودیت بکنید، سر به خاک بمالید، بلکه پرستاری بکنید، نگهداری بکنید، مراقبت بکنید، پاسداری بکنید از ایران. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر جلوی عزیز. واقعا به درستی فرمایشات شما
به درستی فرمودید که آدم باید احمق یا ابلخ باشه که باور کنه تمام اینها یک حرکت 24 ساعته بوده و اینا خبر نداشتن با این وسعتی که ما میدونیم چجوری حمله کردن که جناب آقای دکتر حاضری هم فرمودن و از اون طرف حامی اصلی قطره، بعد میان نام ایران رو میبرن، از اون طرف پولی که به ایران میخوان بدن 6 میلیارد رو میرن در حسابی در قطر میرسن. هنوز حمله اولین گلوله ها در نیامده. سخنگو وزارت خارجه امریکا ازش یک سوالی میکنن، جواب اون یه چیز مسخره دیگری در راستای فرمایشات شما جناب دکتر جلی، ازشون سوال میکنن که وزارت امور خارجه در مورد این حمله چه نظری داره. ایشون میگه پول هایی که جمهور ما به جمهوری اسلامی دادیم هنوز در بانک در قطره. آخه کسی از پولا سوال نکرد؟ یعنی شما ببینید چقدر همه اینها. یکی از دوستان الان برای من یه پیامی دادن که من فقط میخوام خدمت عرض کنم، چون تو این برنامه جایی برای دوست عزیزمون گفتن چجوری میتونن کتاب قانون اساسی پیشنهادی شاهنشاهی گذشته ایران که نوشته آقای دکتر رضا حاضری است یا که اشکان اردلان افشار نادری رو میتونن از طریق تماس تلفنی با من یا ایمیل آدرس تماس بگیرن. حالا در این مورد در یه برنامه مستقلی با خود جناب آقای دکتر حاضری صحبت خواهیم کرد. ولی سوال من از آقای دکتر، البته ایشان خدمت آقای دکتر حاضری، ببخشید اینجا یه مقدار من یک لحظه بعد بیام، این دلیل اینی که ما تلویزیون مهر ایران رو میگیم که میخوایم بریم روی ماهواره و با عزیزان با هموطنانی که مهر به ایران دارن، عاشق ایران هستن، به قول جناب آقای دکتر جدی ایران رو باید بپرستن، چرا باید تلویزیون مهر ایران باشه؟ چون فرمایشات دو عزیز نشان از این، ببینید با مدرک، با سند، با فکت صحبت میکنن. این تلویزیون ما برای این پافشاری میکنیم به خاطر اینکه هر چی میگیم با سنده، بر اساس رسول الله و قول آقای دکتر حاضری عظیم بودن پیش نمیگیم که باز بکنیم و بگی بخونیم اون کتاب رو شاید ببینیم مثلا فال چی هست، نه فال بینی نیست این تلویزیون. بر روی خیلی سپاسگزارم بازم از عزیزانی که ما رو دنبال میکنن، حتما برنامه ها رو از این برنامه ها رو حتما ادامه خواهیم داد. نازنین مطمئن باشید جناب دکتر حاضری، همین سوال رو در رابطه با شما ولی همون واقعا بندن جمهوری اسلامی هر روز چه تهدیدهایی میتونه برای ایران داشته باشه؟ بفهمید خدمتتون هستم. صدای شما رو من ندارم آقای دکتر، ممکنه مجددا باز ما این ایراد رو پیدا کرده باشیم که صدای شما قطع شده باشه. من متاسفانه صدای شما رو ندارم. اجازه بدید کوتاه با آقای جلی ما صحبت بکنیم بعد صدای شما. نه متاسفانه همچنان نداریم. جناب دکتر جلدی بفرمایید که حالا بعد از حمله آذربایجان اومدن و رسیدن به مرزهای یا به پشت درهای تبریز، این چیزی که میدونیم که اسرائیلیا در این رابطه بسیار کوشا و فعال بودن، سالیان سال برنامه‌ریزی کردن. الان از اون طرف جنگ اوکراین رو ما داریم، روسیه و اوکراین رو داریم. واقعا این دو جنگ در یک نقطه نسبتا نزدیک به هم دیگه، این واقعا تهدید بزرگ به نظر من هست، این تهدید بزرگی برای اون منطقه حداقل شمال ایران نیست؟ 100% جناب امیری. ببینید شما هر وقت ایران رو میخواهید نگاه بکنید باید از اقیانوس هند تا دریای بالتیک رو در نظر بگیرید. ایران به یک دلیل خاصی بود که در جنگ جهانی دوم به عنوان پل پیروزی متفقین میشناختنش. چرا؟ برای اینکه هر کس دسترسی اگر به ایران داشت میتوانست در جنگ اروپا پیروز بشه. ببین ما در اروپا نیستیم، ولی تو اروپا شما میخوای پیروز بشی باید ایران رو در دست داشته باشی. از اقیانوس هند تا دریای بالتیک هر گونه اتفاقی که داره میفته بدون شک بر روی ایران و آینده ایران ایرانی تاثیر میذاره. و تأثیری هم که میذاره متاسفانه تأثیر مثبت نیست، برای اینکه ما در داخل کشورمون با کمال تأسف یک دولت که مذهبی نباشه و یک دولتی که ملیگرا و میهن پرست باشه نداریم.
ما یه دولتی داریم که مذهبیه و ملیگرا هم نیست، اصلا ملیگرایی رو کفر میدونه، یا در نهایت کاری که میتونن انجام بدن مثلا بعد از کشتن ایرانگرایان واقعی، استادان ایرانگرای واقعی، میاد استادان جعلی درست میکنه که او استاد جعلی بیاد ایرانگرایی جعلی درست بکنه و بگوید که ایرانگرایی یعنی همین ایران شهری، و بعد ایران شهری هم یعنی این که مذهب، ایران شهری هم بر دو پای است، یه پایش مذهبه یه پایش سیاسته، یعنی مذهب و سیاست با هم آمیخته، یعنی همونی که مدرس میگو مذهب ما این سیاست ما، سیاست ما این مذهب ما، سیاست و مذهب در هم آمیخته. این ایرانگرایی دقیقاً برعکس اینه، چون ایرانگرایی تمام ایرانیانی که در حوزه جغرافیای ایران زندگی میکنن و حتی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران بزرگ زندگی میکنن، اینها با هم برابر هستن. اما وقتی شما مذهب و سیاست یکی میکنی، یعنی اونی که هم مذهب تو نیست دیگه برابر تو نیست. من فکر میکنم آقای دکتر حاضری هم تشریف آوردن. ببخشید جان داده، خیلی عذر میخوام، فقط میخوام ببینم صدا درست شد جناب دکتر. یک دو سه صدا میاد؟ بله جناب دکتر حاضری. بله بله بله. راستش من نمیدونم این چه جوری میشه، من هیچ کاری نمیکنم، خودش میره خودش میاد. به هر حال صدا اینجوری شده. به هر حال عرضم به حضورتون که من خیلی پوزش میخوام از این که اسرائیلیان میدونن، اسرائیلیان میدونن ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. بله بله بله. به هر حال من پوزش میخوام از شما و همچنین از جناب دکتر جلدی به خاطر این مسئله‌ای که پیش اومد، و به هر حال مجبور شدم که ایشون رو یک مقداری عرضم به حضور شما که چند بار قطع و وصل بشیم صدا. به هر حال پوزش میخوام درباره مطالبی که دکتر جلدی گفتن. ببینید ایشون به چند مسئله بسیار مهم و اصلا شوکه‌آور اشاره کردن، از جمله به مطلبی که واقعا من هم نمیدونستم و اینکه اینتلیجنس در واقع مصر قبل از این که تا 10 روز قبل از این حمله به اسرائیل این هشدار رو داده بوده، ولی خب اینها نادیده گرفته بودن، یعنی مشخص بود که عمدن میخواستن که نادیده بگیرن. این مطلب واقعا مطلب مهمی بود و یک فوت کوزگری بود که دکتر جلدی واقعا به این مسئله اشاره کردن و دیگه فکر میکنم که هیچ گونه جای شکی باقی نمیمونه و تئوری توطئه رو تبدیل به حقیقت توطئه کرد. من این رو باید خدمت شما عرض بکنم جناب امیری عزیز، برای اینکه یک سری از افراد سیستمی و وابسته مأموریت دارند کسانی رو که افشاگری میکنن رو بهشون برچسب بزنن و لیبل بزنن و بگویند که اینها تئوری توطئه رو گسترش میدن. باید عرض بکنم که وقتی تئوری توطئه هم یک تئوری است اولا، و دوما اینکه تئوری توطئه رو وقتی برای اثباتش فکت و حقیقت و مدرک و سند بگذارید، اون وقت میشه حقیقت توطئه، یعنی اون چیزی که این افراد نمیفهمند یا مأموریت دارند که نفهمند این است که تئوری توطئه وقتی که با مدرک و سند و فکت همراه شد دیگه حقیقت توطئه میشه، نه توهم توطئه. بنابراین ما 3 مفهوم مختلف رو نباید با هم اشتباه بکنیم. یکی این که توهم توطئه هست، یعنی شما یک ادعای بی پایه و اساسی رو بدون هیچ مدرکی مطرح میکنید، میگن توهم توطئه، که مثلا بی بی سی خیلی دوست داره این رو روش تاکید بکنه، و مزدوران که با افراد سیستمی هستند و وابسته به نظم نوین جهانی هستند. این مسئله توهم توطئه است، یعنی ادعاهای بی اساس.
یکی مسئله تئوری توطئه هست، یعنی امکان داره این توطئه باشه، امکان داره نباشه، ولی مدارک همچنان در دست بررسی است و مدارک کافی همچنان ما نداریم. این میشه تئوری توطئه. ولی وقتی که دیگه شما فکت دارید، حقیقت دارید، مدرک دارید و سند دارید، دیگه میشه حقیقت توطئه. و حمله نمایشی حماس به اسرائیل با این استدلال هایی که این جانب خدمتون عرض کردم و با فکت ها و حقایقی که دکتر جلدی آشکار کردن، یک حقیقت توطئه هست. یعنی مدارک آنقدر زیاد هست که نشون میده دستگاه امنیتی اسرائیل از این اطلاع داشته، اما عمدن نادیده گرفته هشدارهایی رو که مصر به اون داده میشده، به مصر به اونها داده، و همچنین عمدن از مرزی که جزو محافظه شده ترین مرزهای دنیا هست که یک پرنده بخواد از اون رد بشه رصد میشه و سنسورها و شوکرهای الکتریکی و سیستم دفاع واکنش سریع وجود داره، یک دفعه 22 نقطه، اونم نه یک نقطه و دو نقطه، 22 نقطهش همزمان حفره امنیتی پیدا میکنه که یک سری افراد ابله و یا اینکه مأمور وظیفه دارن که چنین مردم رو خام بکنن و بگن بله یک دفعه حمله شد و اینگونه اسرائیل شوکه شد. بله حتما دوربین های فیلم برداری هالیوودی با کیفیت بالا رو هم در جشنواره موسیقی که اون هم عمدن کنار مرز برقرار شده بود رو اونم حتما به صورت تصادفی اونجا گذاشته بودن تا کارگردان‌های هالیوودی شقاوت حماس رو با دوربین‌های پروفشنال، نه با دوربین‌های تصادفی که معمولاً تو این حملات هست، فیلم برداری بکنن و به تمام دنیا مخابره بکنن. بنابراین این یک شو بود، یک شو در واقع رسانه‌ای بود و اهدافی که این شو داره البته بسیار خطرناک است. و این مسئله‌ای هستش که من عرض کردم که گسترش جنگ جهانی سوم و استمرار اون و تعمیم این جنگ به ایران و تمدن ایرانی است. نکته دیگری که بسیار جالب بود که دکتر جلدی اشاره کردن به این مسئله، مسئله موازی سازی های دستگاه های امنیتی اطلاعاتی هست برای اینکه تفرقه ایجاد بکنه میان میهن پرستان واقعی یک کشوری و میهن پرستان قلابی اون. من دکتر جدی مثالی زدن از جنبش در واقع آزادی بخش فلسطین و در واقع فتح و حماس و تفاوت این دو، که حماس یک در واقع ساختاری هست که وابسته به اسرائیل هست و دستگاه امنیتی اسرائیل برای ایجاد تفرقه در بین فلسطینی ها اون رو ایجاد کرد و کارهای احمقانه ای هم که انجام میدهد به نفع اسرائیل است. دقیقا همین کاری است که با دو جریان سیاسی در ایران انجام می شود، و یعنی با یک جریان سیاسی در ایران انجام می شود و آن میهن دوستان و ایرانگرایان هستند، یعنی ناسیونالیست های لائیک در ایران هستند که دقیقا در حال موازی سازی اون دستگاه امنیتی اسرائیل هست و نظم نوین جهانی هست. بعضی هاشو اسرائیل در واقع رسما در اونها شرکت داره، بعضی ها رو عرضم بزرگ شما که نظم نوین جهانی به صورتهای دیگری اونها رو تولید میکنه. نمونه ای که باز دکتر جلدی به اون اشاره کردند، نمونه آقای سید جواد طباطبایی هست که ایشون یک مفهومی رو به اسم مفهوم ایران شهر، که مفهومی است که به وسیله ایرانگرایانی که بسیار کهن است، اکثرش از شاگردان ظبیح بهروز بودند مثل دکتر محمودی بختیاری در واقع مطرح شده بود و همچنین دکتر ملایری مطرح شده بود، رو ایشون میآید و اون رو به مذهب آغشته میکنه
میکنه و میگوید مذهب یک بخش جدایی ناپذیر از ایران شهر ما هست و منظورش هم البته مذهب اسلامی و ابراهیمی هست، که حالا من در کتاب مانیفست اندیشکده ایران زمین و مخصوصا در نسخه جدیدش کاملا توضیح دادم که چگونه ارزش‌های ایرانی و تمدن و ابر تمدن هند و ایرانی و اروپایی در تضاد هست با ارزش‌های ارزم به حضور شما که شبه تمدن ابراهیمی و از جمله اسلامی و اینها اصلا 180 درجه با هم تفاوت دارن، مثل آب و آتشن. بنابراین هیچ گونه نمیتونید شما اینها رو با هم ترکیب بکنید. اما یک نفر سیستمی به اسم سید جواد طباطبایی که از یک سو وابسته به حکومت اسلامی است و از سوی دیگه وابسته به نظم نوین جهانی هست و دانشگاه جورج تاون هست و انجمنهای جزوئیتی اون هست، میاد و در واقع این انحراف رو در اندیشه ایرانگرایی ایجاد میکنه و در داخل ایران به ایشون میبینید که در براش مؤسسه‌ای درست میکنن به اسم مرکز دایره المعارف اسلامی، نامش هم اسلامی هست، و این آقای ابراهیمی در یک مرکز ابراهیمی صحبت از ایران شهر بکنه که واقعا یک جوکه برای کسانی که اون رو میفهمن. کارهای دیگه ای هم که میکنن مامورانشون که آقای دکتر جلی از اون نام نبردند و من نام میبرم، مثل جنبش های انحرافی ایرانگرایی در خارج از ایران هست، مثل همین جنبش، یکی از جنبش های رنسانس ایرانی که عملا معتقد به نژاد پرستی هست و عملا معتقد به مذهب، اون هم مذهب زرتشتی هست. یعنی شما دقت بکنید نکته ای که دکتر جلدی اشاره کردن این است که حماس رو خوششون میاد چون مذهبی بود، فتح رو خوششون نمی اومد چون بر ناسیونالیست و سکولار بود و به نفع و به خاطر منافع مردم فلسطین عمل می کرد، ولی حماس چون مذهبی بود، چون باعث ارتجاع و تحمیق مردم می شد از اون حمایت می کردن. همین گونه الان من این یکی رو باید عرض بکنم، مستقیما اسرائیل و موساد از این جنبش رنسانس ایرانی حمایت میکنن و از جمله اینکه خود آقای منشأ امیر با سران این جنبش میاد مصاحبه میکنه، در اختیارشون تریبون مجانی میگذاره و اونها رو موجه جلوه میده. چرا؟ چون میدوند که این نوع پارالل و موازی ایرانگرایی حقیقی که آغشته به دو سم نجات پرستی و سم دیگر مذهب است، حالا اون از نوع زرتشتیش هست، میتواند حتی اگر هم به روی کار بیاد باعث آزادی این مردم و پیشرفت این کشور نمیشه و باعث حتی بدنامی ایرانگرایی خواهد شد و آخرین چسبی که و آخرین امیدی که مردم ایران و تمدن ایرانی دارن، یعنی هویت ایرانی و تمدن ایرانی، رو هم برباد میده و بدون چسب اون وقت خیلی راحت میشود که حکومت جهانی ابراهیمی رو بر هر مردمی تحمیل کرد. بنابراین این مطالبی که آقای دکتر جدی برخی از مسائلی رو که به اون اشاره میکنن، اینها رو واقعا باید با طلا بنویسید، به خاطر اینکه این مسائل مهمی است و اینها روش کار دستگاه‌های اطلاعاتی است که دائم اینها در حال در کشورهای مختلف انجام میدن. حماس یک نوع وابسته‌ای بود که جنبش آزادی بخش مردم فلسطین رو به انحراف کشوند و باعث تضعیف اون شد و جلوی پیروزی اون جنبش رو گرفت و همین گونه ایرانگرایی که امید فردای ایران هست رو با چندین مؤسسه، اگر اونجایی فقط یک حماس ایجاد کردن، البته فقط هم حماس ایجاد نکردن، حزب الله هم ایجاد کردن، هم حماس و هم حزب الله، هر دوتاشون کار انحراف جنبش درست آزادی بخش فتح رو دارن. بنابراین همین کار رو دارن با ایرانگرایی میکنن از طریق سید جواد طباطبایی، از طریق سید شاهین موسوی نژاد یا سید شاهین نژاد یا جیسون جورجانی یا رنسانس ایرانی یا نمیدونم مرکز دایره المعارف اسلامی، تا به یک کار کلی و یک هدف کلی که آغشته کردن
این اندیشه خوب ایرانگرایی که آینده خوبی رو نوید میدهد برای مردم ایران به مذهب و به نژاد پرستی با این دو در واقع سمی که درون این عسل شیرین میگذارن طرف رو یعنی ایران رو و تمدن ایرانی رو نابود کنن، همون گونه که آلمان رو با کاری که هیتلر کرد نابود کردند و همان گونه که عرضم به حضور شما که جنبش مردم فلسطین رو با ایجاد جنبش‌های وابسته حماس و حزب الله به انحراف بردند و البته جمهوری اسلامی هم که نقش بسیار گسترده‌ای در این کار در کمک به اسرائیل داشت برای شکست جنبش برحق مردم فلسطین که به اون وضعیت دچار شدند. بنابراین ما در این دوران هستیم. اما ببخشید من این توضیحاتم یک مقداری طولانی شد، فقط خواستم خدمتون عرض بکنم که عرضم به حضور شما که ما برنامه رو ادامه میدیم، الان دوستان گفتن تا یه چند دقیقه دیگه ادامه میدیم، من فقط خیلی سریعتر صحبتام رو تموم میکنم و اون این هستش که بخوام یک جمع‌بندی خیلی خلاصه از صحبتهای خودم و جناب دکتر جلدی بکنم. این است که ما باید در متوجه باشیم که مهمترین تهدیدی که در حال حاضر برای تمدن ایرانی وجود دارد استمرار و بقای جمهوری قاسب ابراهیمی اسلامی ایران است و این جمهوری قاسب و ابراهیمی و اسلامی باید از بین برود وگرنه باعث نابودی تمدن ایرانی میشه. این است که دست مردم ایران رو از پشت بسته و این تهدید داخلی هست، اما تهدیدهای خارجی همان گونه که گفتم باید مردم آگاه باشن. جنگ جهانی سوم در حال گسترده شدن به خاور میانه هست و روی کار آوردن طالبان در افغانستان و پاکسازی نژادی مردم مظلوم ارمنی از منطقه آرتساخ یا قره‌باغ و چسباندن جمهوری جعلی باکو به آذربایجان حقیقی که جنوب ارس است و جنگ های توحش آمیز و وحشیانه‌ای که در خاورمیانه در جریان دارد، از جمله نمایش‌های وحشیانه حماس در جنگ علیه اسرائیل و واکنش وحشیانه دولت نتانیاهو، همه به سمت جنگ بزرگ داره پیش میره. بنابراین باید امیدوارم که افراد میهن پرست در درون نیروهای نظامی ایران آماده باشند و بتوانند که این تهدیدها رو خنثا کنند، چون ما که متاسفانه قدرتی جز آگاهی رسانی نداریم، هرچند که آگاهی رسانی میتواند که اگر درست باشد و صحیح باشد بسیاری از خطرهای در واقع متوجه ایران و تمدن ایرانی رو خنثا بکند. ما اگر که کارهای اینها و نقشه های اینها رو زودتر به قول معروف لو بدیم و به هر حال جلوی انجام برخی کارها رو میگیریم، اما به هر حال قدرت اصلی قدرت این سیاستمداران است که منابع مالی و قدرت نظامی دارند، منابع مالی رو کنترل میکنند، منابع نظامی رو کنترل میکنند، اما آگاهی رسانی باعث میشود که ما در واقع دام اینها نیفتیم، مثل اون دامهایی که دائم برای ما درست میکنند. در سال 57 درست کردند، در سال 76 درست کردن، در سال 88 درست کردن و آخریش هم حالا هنوز زوده که دربارش بگیم، هنوز یک عده احساسشون درگیر هست، ولی در چند سال آینده شاید بتوانیم بهتر و عقلانی تر درباره جنبش مهسا امینی هم موقعی که احساسات فروکش کرد صحبت بکنیم و یک سری حقایق رو افشا بکنیم. من عرضی ندارم جناب امیری و سپاسگزارم از شما و دکتر جلدی. کلام آخر رو دکتر جلدی عزیز بگن که ما در خدمتشون هستیم. بله، من میخواستم اگر چون دیدم برنامه یک ساعت و
الان 29 دقیقه است که در خدمت شما دو عزیز هستیم. گفتم اگر اجازه بدید که برنامه رو به برنامه بعد و ادامه همین صحبت هم بحث رو داشته باشیم. قبلش با هم هماهنگ خواهیم شد، ولی در انتها میخواستم از آقای دکتر جلدی عزیز خواهش بکنم که در رابطه با حالا این تهدیدها این صحبت شد، آیا واقعا این تهدیدهایی که الان صحبت کردیم، اسرائیل در عرض این چند سال گذشته تونست با کشورهای عربی پیمان یا عهد یا صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه، یا به قول آقای دکتر حاضری گرامی اون ناتو ابراهیمی رو درست بکنه؟ این تهدید یا ناتو ابراهیمی تا چه اندازه اهمیت داره؟ جناب امیری، من میخوام یک عکسی رو به شما نشون بدم که من لینک این روزنامه ها رو هم برای شما هم برای دکتر حاضری ارسال کردم. امیدوارم که کارگردان عزیز برنامه اگر براشون امکان داشت اینها رو بعداً به برنامه اضافه بکنن، یا یعنی که بینندگان عزیز خودشون بعد این رو پیگیری بکنن. من امیدوارم که این رو بینندگان عزیز بتونن ببینن، این عکسی که من الان به شما نشون میدم به صورت واضح باشه. امیدوارم که خوانا باشه اون بالا که ببینید این خود تایمز اسرائیله. ببینید این فیسبوک نویسی نیست، این یک خبر معتبر از روزنامه تایمز آف اسرائیل که در همونجا داره میگه سینیور یو اس لا میکر، یعنی یکی از مقامات ارشد قانونی، منظورش همون کانگرسمن مک‌کال هست، اطلاع میده میگه که مصر سه روز جلوتر به اسرائیل خبر داده بود. این خبر کی در خود روزنامه های اسرائیل چاپ میشه؟ سه روز پیش. شما چند بار اینو تا حالا در سایر گزارشات چه فارسی زبان چه انگلیسی زبان دیدید بهش اشاره بشه؟ من ابدا ندیدم در گزارشات تلویزیون فارسی زبانی بهش اشاره بشه. این خبر واقعی، این فکت توته اونی هست که میگویند اطلاعات هم موساد که یه سازمان خیلی خودشون میگن قدرتمندی هست، هم شینبز که باز خودشون میگن خیلی سازمان معتبری هست، هم امان که سازمان اطلاعات نظامی هست خودشون میگن خیلی معتبر قوی هست، هر سه تا اینا فیل کرده، جدای حالا از اون. بله سپاسگزارم که کارگردان عزیز برنامه دارن اینو نشون میدن، کاملا مشخص است. بعد شما دوستان به راحتی فقط با یه سرچ کردن اینا رو میتونید خودتون پیدا بکنید، اینا اطلاعات طبقه بندی شده نیست، ولی به قدری شما رو با اخبار جعلی فیک نیوز بمبارانتون میکنن که شما زیر این بمباران اخبار جعلی دفن بشید و اصلا اخبار واقعی رو نبینید و در تاریکی قرار بگیرید. حالا یکی از اخبار واقعی که فکت هست این پیمان ابراهیم هست یا ابراهام اکورد. خب پیمان ابراهیم شما یه عده کشور دارن با هم پیمان میبندن و این پیمانشون نقطه اشتراکشون با هم چیه؟ خودشون نقطه اشتراک رو گذاشتن مذهبشون، مذهب ابراهیمی. ببین من این اسم روش نذاشتم، اینها خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن، اینها رو خودشون این اسم رو گذاشتن که ما اسم پیمانمون هست پیمان ابراهیم. چرا؟ برای اینکه اینا همه مذهب ابراهیمی هست، نقطه اشتراک اینا اون دیدگاه ابراهیمی شونه. دیدگاه ابراهیمی چیه؟ یعنی مذهبی جهان وطنه، هم ریلیجس مذهبی هم گلوبالیسته جهان وطنه، با سکولار لایکا با ناسیونالیستا با اونایی که میهن پرست هستن ایران دوست هستن هیچ سر رفاقتی نداره. بنابراین من این رو وقت از شما خواهش میکنم که خودتون تجزیه تحلیل بفرمایید. آیا وقتی دو تا سیاست مدار
که خود ملت‌ها اینا رو قبول ندارن. بعد میان میگویند که ما می‌خوایم بیایم اونجا به شما کمک بکنیم که شما مثلا در ایران آزاد بشید. آیا اینو دارن راست میگن یا اینو دروغ میگن؟ 10 روز بعد از به قتل رسیدن مهسا که واقعا آقای دکتر حاصلی به درستی گفتن در مورد این باید صحبت بشه، بعد از اینکه این هیجانات فروکش کرد، اخبار صدای امریکا از من دعوت کرد که بیام در اونجا در مورد اینکه امریکا چگونه میتونه به جوانای ایران که الان دارن تظاهرات میکنن کمک بکنه. و من در اونجا گفتم، باز این در خود شبکه وی او ای صدای امریکا هست، ویدیوش در اونجا هست، و این آخرین باری هم بود که من دیگه به صدای امریکا دعوت شدم. به چه دلیل؟ برای اینکه من گفتم گونه ای که امریکا میتونه به جوانای ایران کمک بکنه اینه که سیاستمداران امریکایی بپذیرن که بالاخره بعد از 45 سال حالا نوبت ملت ایرانی که بالاخره با آزادی دست پیدا بکنه. 45 سال ملت ایران مجبور شدن حکومت مذهبی آخوندی رو برگردن خودشون بکشن برای اینکه شما میخواستید به انرژی ارزان و آسوده در دسترس شما قرار بگیرید. بعد از 45 سال دیگه لطفاً به ملت ایران یه فرصتی بدید که به دموکراسی آزادی دسترسی پیدا بکنه. و دوم این پولایی رو که شما اومدید فریز کردی، نه اینکه اصل پولو، سود پول رو لطفاً بیایید و به مراکزی کمک بکنید که میخوان بیان و به فرهنگ و زبان فارسی کمک بکنه. من نگفتم بیایید بدید اپوزیسیون، بیایید بدید این حزب سیاسی یا اون حزب سیاسی. توجه بفرمایید، من گفتم این پول رو، نه اصلشو، اصل مال ملته، سودشو که شماها میگیرید تو جیب خودتو خرج میکنید، سودشو که به ملت ایران شما نمیدید، که از اون سوده یه سر میشه شما بیایید و اجازه بدید در خود این ساختمان سفارت ایران یه بخشی در اونجا آموزش و فرهنگ زبان فارسی تأسیس بشه و با هزینه از این سود پول ایران که شما فریز کردید. این مثل خاری بود در چشم صدای امریکا. چرا تو شما اومدی اصلا اسم فرهنگ و تمدن ایران آوردی، آموزش زبان فارسی آوردی، اصلا چرا در مورد سود پول فریزشده ایران صحبت میکنی؟ پس اگه ما پول بدیم که فرهنگ و تمدن ایرانی آموزش داده بشه، بر اپوزیسیون قلابی که ما اینجا برای خودمون درست کردیم چی بشه؟ ما کلی نونخور اینجا داریم، اینجا برای ما داره تو صدای امریکا برنامه میسازه. همه اینا بر اساس اون پیمان ابراهیم. پیمان ابراهیم نوک نیزش کدوم طرفه؟ پیمان ابراهیم نوک نیزش بر طرف ایرانه یا بر طرف آخونده؟ آخونده که خودشون مذهبیه، آخونده که خودشون میگن برادران مسلمان ما. این نوک پیمان ابراهیم به طرف ایرانه. چرا به طرف ایرانه؟ چون تنها جایی رو که اینها ازش هراس دارن جایی که داره تمدن و فرهنگ باشه. شما در کل این منطقه هیچ کشوری رو با تمدن و فرهنگ تاریخی پیدا نمی‌کنید به جز ایران باقی مونده باشه. و هر تمدن و فرهنگی که غیر ابراهیمی باشه، برای غیر ابراهیمی باشه، برای اینها خطره. اونها این رو برای خودشون خطر میدونن، برای منافع خودشون. این خطر پیمان ابراهیم هست که خودشون هم اسمش گوشتن ابراهیم. میتونستم بذارم پیمان صلح و دوستی خاورمیانه. چه اشکالی داشت اسمشو بذاری پیمان صلح و دوستی خاورمیانه؟ چرا باید حتما اسم مذهبی روش بذاری؟ یه دلیلی داری که روش اسم مذهبی میذاری دیگه. فکر میکنم که سیاوشان ایران زمین به خوبی با بقیه مسائل رو خودشون متوجه هستن جناب. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر جلی عزیز. من تصویر آقای دکتر حاضری رو ندارم رو مانیتورم، اما باید خدمتتون عرض کنم دلیل این صدا، نه فقط صدای امریکا، صدای امریکا بخش کوچکی از اون رسانه‌های سیستمی هستن که همیشه جناب آقای دکتر حاضری و ما در برنامه خودمون گفتیم
کسانی که از تمدن ایران، از فرهنگ ایران صحبت بکنن یا از رسانه‌ها حذف خواهند شد یا اخراج خواهند شد. اون کاری که در دو سال گذشته، سه سال گذشته، چند بار من خودم به شخص من تیرین جواب دکتر آزلی تجربه کردیم، هیچ جا ما رو راه نمیدن که بخواهیم از تمدن و از فرهنگ صحبت کنیم. جناب آقای دکتر آزلی، مثل که صحبت آخر برنامه به خود شما رسید، چون میدونم گوهرهایی در این زمینه هم دارید، در خدمتتون هستم. بله، نه خواهش میکنم، من صحبت خاصی در این مورد ندارم، فقط در تایید فرمایش های جناب دکتر جلی باید چند نکته رو عرض بکنم. یکی این که، و همچنین فرمایش های جناب عالی، یکی این که شما به درستی گفتید اینها یک شبکه تو در توی تارنکبوتی درست کردن از رسانه های وابسته ای که فیک نیوز رو و اخبار دروغین و جعلی رو به قصد بازی با احساسات مردم پخش میکنن، که عرضم به حضور شما بعدن از اون بهره برداری های سیاسی بکنن. این کار این آقایون هست و طبیعی هست که افراد مستقل رو حتی اگر دستشون هم در بره یکی دو بار دعوت بکنن، وقتی مواضع اونها رو ببینن و ببینن که اونها رو نمیتونن تغییر بدن، دیگه جایی براشون قائل نیستن. و اینجاست که اهمیت کاری که ما میکنیم مشخص میشه و امیدوارم که دوستانی که برنامه رو میبینن همراهی بکنن و کمک بکنن که صدای ما گسترده تر بشه و ما بتونیم که روی در واقع بتونیم صدام رو از طریق ماهواره پخش بکنیم، که با فیلتر اینترنت و اون محدودیت هایی که درون ایران هست تعداد بسیار زیادی رو از مخاطبان ما رو مخصوصا از سال گذشته به این سمت حذف کردن. بنابراین امیدوارم که همون روش سنتی قدیمی فعلا کاربرد داره، که همون روش ماهواره‌ای هست. به هر حال امیدوارم که بتوانیم که صدامون رو گسترده تر بکنیم تا مردم رو آگاه تر بکنیم، و هرچه مردم آگاه تر بشن کمتر در بازی های این آقایون اسیر میشن و سرنوشت خودشون رو و سرنوشت کشورشون رو به بازی میگیرن. درباره مسئله هم که دکتر جلی گرامی فرمودن، درباره مسئله پیمان ابراهیم، ایشون به مسئله خیلی خوبی اشاره کردن. این رو، این مسئله که ایشون گفتن، این ایراد رو اتفاقا به من هم دوستان زیادی گرفتن که این نام ابراهیم رو شما از کجا آوردید. این نام ابراهیم رو من هم در گفته ها میگم، این نه از آسمون افتاده نه از زمین در اومده، این نامی است که خود آقایون عمدن و رسما در پیمان هاشون به کار میبرن، و ابراهام آکورد یا پیمان ابراهیم در واقع پیمانی است که اینها بستند، و ناتوی ابراهیمی هم از تبعات و پیامدهای همان پیمان ابراهیم است. البته این آقایون الان قدرتشون اونقدر زیاد شده که دیگه ماسکا رو فرو انداختند و نام ابراهیم رو میارن، اما این طرحی بوده است بسیار قدیمی و در گذشته هم وجود داشته، از دهه 60 میلادی وجود داشته، نزدیک به شاید 60-70 سال است که این طرح وجود داره، اما قبلا نامش کمربند سبز بود. یعنی قبلا نام ابراهیم رو نمی آوردن، تنها نام سبز رو. آقای برژینسکی که مثلا از تئوری پردازان نظم نوین جهانی بودن، از کمربند سبز نامه بردن. اما دیگه در این سالهای اخیر رو در بایستی ها افتاده و کاملا نام ابراهیم رو هم میارن. طبیعی هست که تمدن ابراهیمی در عمق تاریخ دارای ستیز با فرهنگ و تمدن ایرانی است. تا این ستیز تا اندازه‌ای هست که حتی به افسانه های ما و اسطوره های ما هم نفوذ کرده. شما مسئله ضحاک رو که در شاهنامه میبینید، در واقع ضحاک تازی هست و
یک نوع نخستین برخورد اسطوره‌آمیز فرهنگ و در واقع شبه فرهنگ و شبه تمدن ابراهیمی با فرهنگ ایرانی رو شما در اسطوره ضحاک می‌بینید که اون هم تخصص این شبه تمدن در خوردن مغز جوانان ایرانی بوده است که به زبان در واقع تمثیل در این اسطوره بیان شده و همون کاری است که تا به امروز با رسانه هایشون این آقایون انجام میدن، یعنی خوردن مغز جوانان ایرانی برای منحرف کردن اونها و بستن چشم اونها که نفهمن از کجا خوردند و قضیه چست. مسئله اساسی که این آقایون میخواهند نابودی کامل تمدن ایرانی هست و اگر نتوانستند کوچکتر کردن حوزه این تمدن با حملات در واقع ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی که انجام میدهند، از جمله جدا کردن آذربایجان حقیقی از ایران، از جمله جدا کردن در واقع خوزستان از ایران با نامهای جعلی و بخشهای دیگر، به ویژه بخشهایی از ایران رو مد نظر دارند که این اقوام ایرانی و ایرانی تبار نیستند و اینها حامیان منطقه‌ای دارند، یعنی از تجزیه طلبی حتی برخی از اقوام ایرانی که متاسفانه بین اونها هم وجود داره، مثل برخی از جریان‌های تجزیه طلب در بلوچستان و در کردستان و غیره، از اون جریان ها خطرناکتر تجزیه طلبی اقوام هستش که تحت تأثیر پان ترکیسم و یا پان عربیسم هستن که ابراهیمیان به ویژه روی این دو شاخه خودشون رو در واقع تأثیر میگذارن و خودشون رو متصل به اون میدونن. در پان ترکیسم از طریق خزر و خب یک دولت یهودی پان ترکیه در واقع خزر که دولت باستانی بوده و خزری ها رو اون تأثیر میگذارن، و در مسئله پان عربیسم که از طریق جنبش اهواز و غیره تأثیر میگذارن. یعنی اون تا اون جایی که میتوانند حوزه تمدن ایرانی رو باید کوچکتر بکنن و از حقوق بشر مردمانی که اونها جزء در واقع این فرهنگ و تمدن حساب نمیشن، یا مهاجر به این فرهنگ و تمدن بودن یا مهاجم بودن و یا حتی نه مهاجر بودن و نه مهاجم بودن، با جعل تاریخ اونها ریشه اونها رو میخوان عوض کنن، مثل کاری که با مردم آتورپاتکان یا سرزمین همیشه ایرانی زرتشت و مغان آذربایجان میخوان انجام بدن، در واقع میخوان اونها رو جدا بکنن و براشون تاریخ سازی بکنن و بگن شما مثلا مغولید و باید در تحت پانترکیزم بعد از ایران جدا بشید. حالا هر آذری کافی است که فقط خودش رو در آینه ببینه که میبیند از هر ایرانی اتفاقا ایرانی تر است. بنابراین این با جعل تاریخ و یا با تهییج و تحریک مردمانی که جزء فرهنگ و تمدن ایرانی نیستند میخواهند که این حوزه رو کوچکتر بکنند تا پس از اون جنگ بزرگی که آقایون سال هاست برنامه اون رو ریختن، طرح برنارد لوئیس رو عملی کرده باشن. و خب اینها هیچ کدوم پنهان نیست. الان شاخه هایی از موساد از جمله و مأمورانی از موساد از جمله خانم برندا شفر مأمور اجرای در واقع طرح آذربایجان بزرگ مغولی هستند، کتاب برای چاپ میکنن و نام ایران رو میخوان از بین ببرن. خانم برندا شفر کتاب چاپ کرده است که ایران more than پرشیا، یعنی شما دقت بکنید خانم برندا شفر اول ایران رو کرده پرشیا، اینکه یک عده خائن و یا یک عده نادان الان این رو مطرح میکنن در رسانه ها، اول ایران رو میکنن پرشیا و بعد
افرادی رو که یعنی ایران رو میکنن پارس و بعد افرادی رو که پارس نیستن میگن خب حالا نوبت شماست بعد از ایران جدا بشید. نتیجه این کار چی میشه که خانم برندا شفر دستور کارش هست و برای اون کتاب مینویسه و ماموران دیگر خائنین داخلی و خارجی اون رو تبلیغ میکنن؟ نتیجه اون جدا کردن اقوام غیر پارس از ایران، نابودی حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی، فروکاستن ایران به پارس و یا یک سری اقوام کوچکی که راحت قابلیت کنترل دارن و در عرصه نظم نوین جهانی حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین تهدیدهای بسیار جدی علیه ایران و حوزه تمدن ایرانی علیه مردمان ایران درون ایران و همچنین ایرانی تباران افغان در آریانا یا در واقع خراسانیان در افغانستان و تاجیک ها در آسیای میانه، تالشی ها در تالش اشغالی در باکو، مردمان ارمنی که اونها هم نسبتی با فرهنگ و تمدن ایرانی داشتن در آرتساخ که شما دیدید این تهدید رو عملی کردن و بدون هیچ رو در بایستی با وقاحت تمام پاکسازی نژادی کردن در روز روشن و همه ساکت شدن و عرضم به حضور شما که همچنین علیه در واقع برای نابودی هویت ایرانی مردمان ایرانی تبار کرد در ترکیه، عراق و سوریه و همچنین نابودی هویت مردمان ایرانی تبار کمزر در کمزر اشغالی در امارات و عمان و میبینید که تمام جایی که مردم ایرانی و تمدن ایرانی هست رو در حال نابودی اون هستن. و جالب اینجا هست که اگر در کشورهای دیگه حکومت‌های ملی رو میگذارن بیان سر کار که از منافع مردمشون دفاع کنن، مثل آقای نتانیاهو در اسرائیل که یک فرد در واقع ملی‌گرا، حالا در پرانتز عرض میکنم، در گیومه عرض میکنم هست، یا اجازه میدن که ناسیونالیسم مغولی تحت عنوان پانترکیسم در عرضم به حضور شما باکو یا در ترکیه روی کار بیاد، در ایران و حوزه تمدن ایرانی حتی اجازه نمیدن که مردمان ایرانی تبار کنترل این مناطق رو به دست بگیرن. و اینجاست که میگم بزرگترین ظلمی که به مردم ایرانی و تمدن ایرانی داره میشود این است که به اونها حمله میکنن، اما ناجوانمردی در این است که دست اونها رو هم از پشت بستن و به اونها حتی اجازه دفاع از خودشون رو نمیدن و دست اونها رو با سه در واقع شاخه چنگال شیطانی ابراهیمی، یعنی با جاش یا جمهوری اسلامی در ایران، داعش در مناطق کردستان اشغالی در ترکیه، عراق و سوریه و البته طالبان ابراهیمی قاسب در آریانای ما و سرزمین مقدس ایرانویچ ما در بلخ و هرات ما، دست این مردم رو بستن که حتی نگذارن که از خودشون دفاع بکنن. و اینجاست که تراژدی تمدن ایرانی است و راه مقابله با این، با امکانات کمی که ما داریم، آگاهی رسانی است. و امیدوارم که افرادی مثل جناب دکتر جلدی گرامی و افراد دیگر روز به روز بیشتر این مسائل رو حالا در هر تریبونی که به دستشون میرسه مطرح بکنن و به ویژه باعث در واقع بیداری نسل جدید و نسل جوان بشن، یا اون چیزی که به زیبایی جناب دکتر جلدی سیاوشان ایران میگه باشن، که به راستی اونها اکنون در آتشن. دکتر حاضری عزیز خیلی خیلی سپاسگزارم، همچنین از جناب آقای دکتر جلدی. همینطور که عرض کردم جناب آقای دکتر جلدی در کانادا، خب شما تصور بکنید ساعت 11 ظهر، جناب آقای دکتر حاضری در استرالیا ساعت 4-5 صبح سحر، من در آلمان ساعت 8 شب. و واقعا فراهم کردن زمان روز که ما بتونیم بشینیم جلو دوربین ما با شما صحبت بکنیم عزیزان، آگاهی به شما عزیزان توسط این
دوستان فرهیخته و فرزانه بریم واقعا مشکل هست، اما ما احتیاج به این دوربین، به این میکروفون داریم، چون این نوع دوربین ها، این نوع تلویزیون ها و رسانه ها شاید بتونم به جرأت ادعا بکنم که بیش از 2 یا 3 تا ما بیشتر نمیتونیم داشت. من نمیبینم حداقل. جناب آقای مانی نازنین هستن و دوستان دیگر در تلویزیون جناب مانی، خب تلویزیون مهر ایران هست و یکی دو رسانه دیگر. امیدوارم که ما بتونیم به اون نقطه برسیم که همینطور که جناب آقای دکتر حاضری گفتن به روی ماهواره بریم و بتونیم از وجود عزیزانی، فرهیختگانی، فرزانگانی چون جناب آقای دکتر حاضری و جناب آقای دکتر جدی بتونیم بهره بگیریم و به هموطنان عزیز آگاهی برسانیم. در انتهای برنامه هم قول سعدی بزرگ، به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاق. جناب دوستان ناظرین اگه فرمایشی نداریم این دفتر رو ببندیم و از همینجا از شما عزیزان قول بگیرم که در هفته آینده مجددا زمانی رو بتونیم با هم دیگه هماهنگ بکنیم تا بتونیم با عزیزان در داخل و خارج ایران هم همزنان عزیز گفتگویی داشته باشیم. بله سپاسگزارم از شما. ببخشید با اجازه دکتر جلدی من فقط یه پرانتز باز کنم و اون این است که حالا ما در خدمت شما هستم ولی برنامه های اندیشکده ایران زمین رو ما میتونیم مثلا 2 یا 3 هفته یک بار برگزار بکنیم، البته اگه که شما جناب امیری، آقای تجریشی و همچنین جناب دکتر، البته جناب دکتر جلدی هم وقت داشته باشید میشه این رو 2-3 هفته یک بارش کرد، ولی خب در برنامه های دیگر رو میشه زودتر هم برگزار کرد. بله جناب دکتر جلدی گرامی، صدای ایشون رو من ندارم، شاید نه همچنان صدای دکتر جلدی رو من دیگه ندارم. حالا بله من میکروفون بسته بودم که صدای من مزاحم صحبت های دکتر حاضری نشه. کاملا آقای دکتر حاضری صحیح میفرمایند. من تصور میکنم که به همین ترتیب اگر انجام بشه بسیار مناسب هست و بسیار هم خوشحال خواهم شد که در کنار آقای دکتر حاضری در اندیشکده ایران زمین این صحبت ها رو ادامه بدیم. خیلی خیلی سپاسگزارم. بیشتر از این مصدق اوقات هم شما عزیزان از در دو قاره متفاوت، هم از اینی که دوستان هموطنان ما رو دنبال کردن سپاسگزار و ممنون هستم. امیدوارم که در برنامه دیگر از همین سلسله برنامه اندیشکده ایران زمین در خدمت شما دو عزیز گرامی باشم. هموطنان عزیزم خیلی خیلی سپاسگزارم. در برنامه دیگر از آغاز اینو در برنامه دیگر با جناب آقای دکتر حاضری در رابطه با همون کتابی که دوست نازنین الان برای من نوشتن حتما سو گفتگو خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم که ما رو دنبال کردید. با آرزوی دیدار شما، با آرزوی پیروزی ملت ایران، با برنامه دیگر، تا درود دیگر، به درود میگم خدمت شما عزیزان. پاینده ایران. من تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، درست شادی کنن، آهنگ شاد پر.